بله اگرچه رابطه بین کووید 19 و کاوازاکی بارها رد شده اما سازمان بهداشت جهانی از آغاز پژوهش ها به منظور یافتن ارتباط احتمالی بین این دو بیماری خبر داد تدوس آتانوم رئیس این سازمان در کنفرانس خبری روز گذشتهش اعلام کرد بر اساس گزارش های اولیه تئوری های مبنی بر وجود ارتباط بین سندروم کاوازاکی و کووید 19 مطرح شده او از پزشکان متخصصان سر و متخصصان سراسر دنیا هم خواست تا با همکاری با هم در شناخت بهتر این سندرم کمک کند. در هفته های اخیر در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا، ایتالیا و فرانسه مواردی از کودکان مبتلا به سندروم التهابی مولتی سیستم مشاهده شده که علائمشون خیلی نزدیک به بیماری کاوازاکیه. در فرانسه یک کودک نه ساله که سابقه هیچ گونه بیماری زمینه‌ای نداشته به دلیل ابتلا به این سندروم درگذشت. تست کرونا این کودک مثبت اعلام شده در بریتانیا یک کودک 14 ساله که او هم هیچ سابقه ای در بیماری های زمینه ای نداشته توسط همین سندروم درگذشت تست کرونا او هم مثبت بوده فرماندر نیویورک هم گفته سه کودک در این ایالت بر اثر سندروم التهابی فوت کرده و بیش از 100 مورد دیگه در حال بررسی هستند آژانس بهداشت عمومی فرانسه هم از وجود 125 مورد دیگه از ابتلای کودکان به این سندروم در این کشور خبر داده. با این حال دانشمندان اعلام کردن هنوز ارتباط این دو بیماری با هم مشخص نیست چرا که تست کرونا بیش از نیمی از این کودکان منفی شده اما به گفته همین محققان احتمال شیوع این سندروم مشابه با کاوازاکی در کشورهای درگیر با کرونا وجود داره موضوعی که این دوستان نگرانی خانواده ها رو در کشورهای درگیر بیماری بیشتر از پیش کرده هنوز گزارشی از موارد ابتلا به این سندروم در ایران گزارش نشده اما محققان مؤسسه ملی تحقیقات سلامت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با تحقیق بر روی کودکانی که به کرونا مبتلا شده بودند اعلام کردند سن شروع بیماری در کودکان از یکونی ماه تا 17 سال گزارش شده این کودکان آلوده ممکنه بدون علامت باشن یا علائم تب، سرفه خشک و خستگی رو نشون بدن. تعداد معدودی از اونها علائم تنفس فوقانی از جمله گرفتگی و آبریزش بینی داشتند. در برخی هم علائم گوارشی از جمله ناراحتی در شکم، حالت تهوع، استفراغ، درد شکم و اسهال گزارش شده. به همین دلیل دانشمندان توصیه می‌کنند در این دوران از تردد در مناطق پرخطر یا یعنی نزدیک شدن کودکان به افراد مشکوک به بیماری جلوگیری بشه.